سلام دوستان، اینجا کانال زن روزه. لطفاً قبل از هر چیز ما رو سابسکرایب کنید تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر باشید. امروز میخوام در مورد اولین بانوی عالم مذهبی خانم طاهره قرة‌العین با شما صحبت کنم، پس با ما همراه باشید. طاهره قرة‌العین، نام اصلی او فاطمه ام سلمه، متولد 1230 هجری قمری در قزوین. پدر و مادرش هر دو مسلمان و مجتهد بودند، ولی وی همانند یکی از عموهاش ابتدا به شیخیه گرایش پیدا کرد و برای مدتی رهبری بخشی از شیخیه در کربلا و عراق را به دست گرفت. با علنی شدن دعوت سید علی محمد باب، طاهره به وی گروید و بدون آنکه موفق شود تا پایان عمر او را از نزدیک ببیند، در زمره نزدیکترین یاران او درآمد. او نخستین زن آیین بابیه بود که روبنده را از صورت برگرفت و اعلام نمود که با آمدن آیین بیانی احکام اسلامی ملغا شده است. او به اتهام دست داشتن در قتل عموی بزرگش محمد تقی برقانی، معروف به شهید سالس، بازداشت شد و 3 سال بعد، مدتی پس از ترور نافرجام ناصرالدین شاه و همزمان با بسیاری از بابیان دیگر، در تهران به جرم مفسد فی الارض اعدام شد. او اولین زنی بود که به این اتهام اعدام شد. طاهره اندکی پس از ازدواج به همراه همسرش برای 13 سال به کربلا و نجف رفت و تحصیلاتی در زمینه فقه، کلام و سایر علوم دینی را دنبال کرد و موفق شد در کربلا در محضر سید کاظم رشتی تدریس نموده و در سال 1841 به همراه همسر و خانوادهش به قزوین بازگردد. در طول این مدت همسرش به تحصیل نزد ملا باقر قزوینی از روحانیون اصولی می پرداخت و طاهره به شیخیه گرایش داشت. در بازگشت به قزوین این دو از یکدیگر جدا شده و پس از وقفه ای 3 ساله در سال 1844 میلادی طاهره به همراه خواهر و شوهر خواهرش به کربلا بازگشتند. در طول این 3 سال طاهره افکار جدید شیخی را به صورت علنی تبلیغ می کرد. همین باعث شده بود تا همسر و عمو و پدرش او را به خاطر گرایشش به شیخیه سرزنش کرده و او را از مطالعه بیشتر افکار شیخی برحذر بدارند. به نظر می رسد او نیز ابتدا از حمایت عموی کوچکترش ملا علی و بعدتر از حمایت شوهر خواهرش ملا محمد علی قزوینی برخوردار بوده است. در این میان طاهره تصمیم گرفت با خواهر و شوهر خواهرش دوباره به کربلا بازگردد. ملا صالح نتوانست او را از تصمیم خود باز دارد. از سوی دیگر ملا صالح هرگز فتوای تکفیر شیخیه توسط برادرش را تایید نکرده بود. بنابراین سفر دوم طاهره به کربلا در حدود سال 1843 انجام شد. ولی سید کاظم رشتی حدود 10 روز پیش از رسیدن طاهره به کربلا درگذشته بود. طاهره با حمایت بیوه سید کاظم رشتی اجازه یافت که به تدریس شاگردان سید کاظم از پس پرده بپردازد. با بازگشت طاهره به کربلا، شایعه بابی شدن وی نیز به گوش علمای شیعه رسید و آنها خواستار اخراج طاهره از شهر بودند. او در ماه محرم خشم علما را با پوشیدن تعمدی لباس‌های شاد و ظاهر شدن بی‌نقاب به بهانه جشن تولد باب برابر انگیخت. به نوشته محمد حسینی در منزل سید کاظم هر سال مراسم روزخوانی به مناسبت محرم برگزار می شده است. طاهره در زمان سکونتش در کربلا و پس از مرگ سید کاظم مراسم عزاداری امام حسین را تعطیل کرد، زیرا که با شب تولد باب مقارن شده بود و به جای آن مراسم حنابندان راه انداخته و لباسهای رنگین پوشیدند. بنابراین گروهی به تحریک روحانیون کربلا به محل سکونت وی حمله کردند. خلافت عثمانی ناچار به مداخله شد و ابتدا وی را در کربلا در حبس خانگی نگه داشت. سپس وی را به بغداد اعزام نمود. طاهره سرانجام در اوایل سال 1847 میلادی در خانه شهاب الدین آلوسی، مفتی اهل سنت بغداد، در حبس خانگی قرار گرفت. در همین زمان فعالیت‌های طاهره باعث آزردگی خاطر خانواده او در قزوین شده بود و همچنین کارهای مانند کشف حجاب طاهره باعث رواج شایعاتی در مورد بی اخلاقی طاهره شده بود. در چنین موقعیتی پدر طاهره از طریق خیشاوندی در عراق والی عراق را ترغیب نمود که طاهره را به ایران بازگرداند.
مدتی بعد و در سال 1847 میلادی طاهره به دستور حاکم عثمانی عراق از عراق اخراج شد. او قصد داشت مستقیم به تهران و نزد شاه برود و بخت خود را برای دعوت او به آیین خود آزمایش کند. ولی پدرش متوجه شد و کسانی را به استقبال او فرستاد تا از میانه راه او را به قزوین بازگردانند. او موفق شد در طول سفرش 1200 نفر را در غرب و همسر حاکم کرمانشاه را به دین بهائیت دعوت کرده و آنها پذیرفتند. در شهر صحنه اهل حق استقبال زیادی از او کردند. در همدان او موفق شد ملاقات‌هایی را با بسیاری از روحانیون و طرفداران دین جدید ترتیب دهد. بسیاری از آنها از خاندان سلطنتی بودند. در همدان طاهره مدتی در خانه پزشک یهودی به نام آزار ساکن شد، اما از ترس برانگیختن شورش‌های ضد یهودی به خاطر پناه دادن یک خانواده یهودی به یک زن شورشی، طاهره مجبور به ترک آن خانه شد و سرانجام در سال 1852 میلادی با حکم دو مجتهد ارشد، طاهره که حدوداً 35 سال داشت محکوم به اعدام شد. هرچند رهبران مرد بابی در ملأ عام کشته شدند، طاهره را در خفا به باغ ایلخانی بردند و خفه کردند و جسدش را در چاه انداختند. به نوشته افسانه نجم‌آبادی، در سیستم قضایی ناصرالدین شاه، طاهره ابتدا به حبس ابد و سپس در دادگاه تجدید نظر به اعدام محکوم شد. طاهره همچنین اولین زنی در ایران بوده است که به اتهام مفسد فی الارض اعدام شد. روحش شاد و یادش گرامی. مرسی که با ما همراه بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، نظراتتون رو کامنت کنین و یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنین.